با سلام مجدد خدمت دوستان و همراهان همیشگی مارکت نیو وی. خیلی از بچه ها از من سوال میپرسن که من تازه کارم، 4000 دلار، 5000 دلار، 10000 دلار پول دارم، چی بخرم؟ اول به من بگو چی بخرم. بعد ما میایم براشون توضیح میدیم که نه اینجوری نمیشه، باید اول یاد بگیرید. میام میگن نه آقا تو هم مثل بقیه میمونه، میخوای ما رو بکشی به سمت خرید ویدیو، نمیدونم گروه سیگنال یا این چیزای شبیه این. برای اینکه این شک رو بذاریم کنار و برای اینکه بتونیم بگیم نه حقیقتش اینطوری نیست، واقعا برای شرکت در بازار بورس و سهام، مخصوصا بازار بورس پورتالاتون مثل بازار بورس آمریکا، شما باید یه مقدمات رو یاد بگیرید. ما همیشه میگفتیم خب بیاین این سری ویدیوهای رایگان رو بگیرید، اصلا بیایید یه مدتی رایگان رو گروه ما بشید. اینا رو اول میذاریم کنار. امروز توی این ویدیو میخوایم بهتون بگیم اگر 4000 دلار، 5000 دلار، 2000 دلار پول دارید چی بخرید؟ با چی شروع بکنید؟ بهترین موردی که شما میتونید باهاش شروع بکنید برای اولین خریدتون یه شاخص هستش. شاخص چیه؟ بچه‌ای که با تجربه تر هستن دقیقاً میدونن شاخص چیه. اما اگر شما نمیدونید، باز باید برید ویدیو رو نگاه بکنید، آموزش ببینید. خب دوست ندارید این کار انجام بدید، من براتون خیلی کوتاه توضیح میدم. شاخص یک سبدی هستش که میانگین وزنی میگیره از یک سری سهام های معتبر، مثلا شاخص داو جونز، مثلا 30 تا شرکت صنعتی، نمیدونم شاخص S&P 500، 500 تا شرکت صنعتی بزرگ آمریکا. از اینا میاد یک میانگین وزنی میگیره، یه نمایه، یه شاخص، یک نماینده قیمت از اینا ارائه میده. چه میدونم مثلا فرض کن اپل باشه 200 دلار، آمازون 300000 خورده دلار، نمیدونم فیسبوک باشه 280 دلار. اینا رو همه رو میاد با هم دیگه یه ضرب تقسیم هایی میکنه، یه میانگین وزنی ازش میده بیرون. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که اگه یک کدوم از اینا افتاد پایین، ممکنه یه سری دیگه نیفته پایین، ممکنه یه سریشون هم بالا بمونه یه سریشون پایین بمونه. یا اینکه مثلا یه شرکتی، حتی تو همین بحث ویروس کرونا، مثلا یه شرکتی مثل فیسبوک یا مثلا اپل قیمت سهامش افت بکنه، ولی آمازون به خاطر اینکه ریتیل هستش خرده فروشی میکنه، یا زوم به خاطر اینکه ویدیو کنفرانس کار میکنه قیمت سهامش افت نکنه. حالا زوم که زوری نداره ولی آمازون زورش زیاده. یا مثلا شرکتی مثل شاپیفای که کارای آنلاین میکنه، که مغازه های آنلاین درست میکنه، فروشگاه های آنلاین، ممکنه اون رابطه کرونا ویروس به اون صورت بیزنسش به خاطر کرونا ویروس افت نکنه. این باعث میشه که شاخص نیفته پایین. اگر بیفته پایین زیاد نیفته پایین. خب برای همین یه خورده امنه، ریسکش بالا نیستش، ریسک پایینی داره. برای بچه که تازه کار هستن، تازه میخوان شروع بکنن، بهترین گزینه برای ورود هستش. یکی بهترین شاخص هایی که شما میتونید بخرید و قابل اعتماد هستش، یکی شاخص S&P 500 هستش که میتونید ETFش رو بخرید. خود شاخص رو نمیشه خرید و فروش کرد، ولی ETF شاخص رو میشه خرید و فروش کرد. ETF چیه؟ باید برید ویدیو رو نگاه بکنید. اگه دوست ندارید ویدیو رو نگاه بکنید، خودتون برید توی گوگل سرچ بکنید ETF چی هستش. حالا وقت نداریم توی این ویدیو راجبش صحبت بکنیم، ولی ETF باز بر حال یک صندوق مالی هستش که اون شاخص رو دنبال میکنه. خیلی خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، خب اینا که گفتم ممکنه گیجتون بکنه، نه گیج نشید، کافیه برید توی اون بروکر خودتون تایپ بکنید SPY. SPY یکی از اون ETF هایی هستش که میاد و شاخص S&P 500، یعنی 500 شرکت برتر آمریکا رو دنبال میکنه. هر حرکت شاخص انجام بده، SPY هم همون حرکتون رو انجام میده. شما به راحتی با تایپ کردن SPY میتونید برید اون شاخص رو بخرید. یا مثلا شاخص تکنولوژی که قویت شرکت های تکنولوژی رو توی خودش داره، مثلا بوینگ و اینا رو نداره، فقط تکنولوژی مثل فیسبوک، گوگل و مثلا انویدیا، شرکت هایی که توی هوش مصنوعی هستن، اینجور چیزا رو داره تو خودش. شاخص تکنولوژی شاخص نزدک هستش. نزدک خودش رو نمیتونید خرید و فروش کنید، اما ETFش رو میتونید خرید و فروش کنید. کافی برید توی بروکر خودتون تایپ کنید QQQ، این QQQ رو بنویسید، برای شما اون شاخص رو، ETF مربوط به اون شاخص رو میاد، میتونید شاخص خرید و فروش کنید. خب قیمتش هم زیاد بالا پایین، زیاد گرون نیست. شاخص رو میتونید بخرید، دست نزنید بهش، به عنوان اولین خریدتون، یکی از خریدهای مطمئن انجام بدین رو.
از این نظر دیگه شاخص خریدن خوبه، چون توی صد خورده سال گذشته شاخص بورس آمریکا همیشه به سمت بالا حرکت کرده در میان مدت و در بلند مدت. بنابراین شاخص خریدن یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید برای اینکه از سرمایه خودتون محافظت کنید و به عنوان اولین خریدتون و به عنوان اولین حرکتی که توی استاک مارکت و بازار بورس آمریکا میزنید بدون ترس و بدون وحشت از اینکه پولتون از دست میره خرید رو انجام بدید. اتفاقا الان که دارم این ویدیو رو پر میکنم اواخر مارس 2020 هست، بهترین زمان برای خریدن شاخص ها هستش. پس بسم الله برید و حساب سرمایه گذاری خودتون رو باز بکنید و شاخص رو بخرید. ویدیو هم نمیخواد نگاه کنید، همراه ما هم نخواستید نمیخواد بشید، ولی برید شروع بکنید و از این فرصت استفاده بکنید. ممنون و متشکرم. در ویدیوهای بعدی بازم در خدمتتون خواهیم بود.